بسته شدن جلسات دادگاه تطلو و پایان رسیدگی به اتهاماتش با ما همراه باشید جزئیات سومین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات تطلو و اعترافاتش در مورد مصرف مواد مخدر و تبلیغات مصرف مواد مخدر رو با هم میشنویم و اتفاقات دادگاه رو مرور میکنیم سلام به همراهان همیشه یک کانال هاشی تیوی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون امیدوارم حالتون خوب بره. آخرین جلسه یه رسیدگی به اتهامات امیر حسین مخصودلو ملقب به امیر تتلو به ریاست قاضی افشاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ساعتی پیش برگزار شد آخرین جلسه ی رسیدگی به اتهامات تتلو به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین افشاری با حضور مستشار دادگاه وکیل متهم خانواده متهم و نماینده دادستان ساعتی پیش در روز سهشنبه برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی حجت الاسلام و المسلمین افشاری اتهاماتی رو به امیر حسین مخصودلو تفهیم کرد و به متهم گفت که در این جلسه تو میتونی آخرین دفاعیات خودت رو بیان بکنی چون این آخرین جلسه ای دادگاه است بعد از تفهیم اتهام متهم نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفتند و نماینده دادستان خطاب به متهم گفت بیشتر مخاطبان شما جوانان و نوجوانان بودند و تحت تاثیر مواد مخدری که شما مصرف می کردید اونها رو ترویج می دادید که اونها هم از این مواد مصرف بکنم تتلو در جایگاه قرار گرفت و گفت قصدم ترویج مواد مخدر اصلا نبوده میخواستم برای کسانی که آلوده به مشروبات الکلی و مواد مخدر خ... سنگین هستن جایگزین گیاهی معرفی کنم تا ضرر کمتری داشته باشه این اشتباه بوده و اشتباه هم رو کاملا میپذیرم تتلو بعد از این در پاسخ به سوال نماینده دادستان که چرا صفحه این استگرام شما بسته شد گفت من توی این است... استوری این استگرام از خانم های 15 تا 20 سال برای ساخت ویدیوی یکی از آهنگ هام دعوت کردم که مثل اینکه این طبق قانون اروپا کودک آزاری تلقی می شد و واسه همینم این استگرام صفحه من رو بست چون از افرادی دعوت کرده بودم که زیر سن قانونی یعنی 18 سال بودن متهم در دفاعیات خود مجددا اعلام کرد که قطعا اشتباهاتی داشتم و خیلی از رفتارهای من اشتباه بوده به خاطر اشتباهاتی که داشتم معذرت خواهی میکنم قاضی افشاری خطاب به متهم گفت چه تضمینی هست که اشتباهات شما مجدد تکرار نباشه شما در گذشته هم ابراز پشیمانی کردید ولی مجددا به کار خود ادامه دادید که اشارش به چندین سابقه کیفری که تتلو توی پروندهش داشته و قبل از مهاجرتش به ترکیه و گرجستان چند بار در زندان افتاده بود بوده که تطلو در پاسخ به این موضوعی که قاضی دادگاه مطرح کرد گفت من آموزش مناسبی ندیدم و همه اینها به خاطر این بوده که اشتباه کردم بعد از اخص دفاعیات متهم نماینده دادستان اعلام کرد که با توجه به کیفر صادره مستندات موجود در پرونده و اظهارات متهم تقاضای رسیدگی و صدور حکم عادلانه را دارم در بخش دیگه ای از آخرین جلسه برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات امیر حسین وکیل متهمم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد طبق صحبت هایی که با متهم داشتم تاکید کرد که میخواد به جوانها و نوجوانها بگه که من تا آخر این راه رفتم و چیزی در پایان راه ندیدم و شما اشتباه من رو نکنید و این مسیر اشتباه رو نرید وکیل متهم ادامه داد که دولت های متخاسم برای استفاده ابزاری از امیروسین محسودلو فرش قرمز پهن کردند و میخواستن اون رو گول بزنن. وی افسود که متهم در اظهارات خودش بیان کرده که قصد قصدی جهت تحقق نتیجه و انجام فعالیت تبلیغی با ایجاد خلل در امنیت داخلی کشور نداشته و عنصر معنوی جرم قابل احراز نیست. وکیل تطلو درباره از تبلیغ سایت های شرط بندی از سوی موکل خودش هم بیان کرده بود که متهم پس از تبلیغ سایت شرط بندی وقتی متوجه میشه افرادی از این مسیر متضرر میشن بلافاصله موضوع خود رو تغییر میده وکیل در پایان از قاضی تقاضا میکنه که حکم عادلانه و قانونی در خصوص موکلش اتخاذ بشه تو جلسه قبلی دادگاه هم در مورد سایت های شرط بندی که تعطلو یه جورایی سرپرستی اونها رو بر عهده داشت و تبلیغ میکرد صحبت انجام شده بود که تتلو اونجا ادعا کرده بودش که هیچ وقت سایت شرط بندی نداشته و سایت تطلبتی هم که به اسم اون تأسیس شده بوده اصلا مدیریتش بر عهده اون نبوده و فقط اون تبلیغش رو میکرده که اونم یه مدت کوتاهی بوده و خیلی سریع متوجه شده و این قضیه رو جلوش رو گرفته اما در پایان پس از اظهارات وکیل و اخذ دفاعیات متهم قاضی افشاری گفت با توجه به اخذ آخرین دفاع و پایان رسیدگی به اتهامات امیر حسین مقصودلو پایان رسیدگی رو اعلام میکنم و در موعد قانونی رأی دادگاه رو صادر خواهیم کرد قبل از این وکیل تتلو اعلام کرده بود که تتلو در زندان اشعاری رو برای امام علی و سایر ائمه هم سروده و اگه قاضی دادگاه بهش تخفیف بده و اون رو از زندان آزاد بکنه خیلی سریع آهنگ ها رو اجرا میکنه و در مورد ائمه و همینطور ایران و موضوعات مربوط به حکومت آهنگ ها و شعرهایی رو تولید خواهد کرد قبل از این هم امیر حسین و یا تتلو در انتخابات سال 1400 به حمایت از ابراهیم رئیسی پرداخته بود و حتی آهنگ هایی رو هم در حمایت رئیسی منتشر کرد حتی یه بازه ای هم یه آهنگی رو برای انرژی هسته ای خونده بود یه آهنگی رو برای شهدا خونده بود و چندین آهنگ رو هم برای ایران سروده بود که یه جورایی هدفش این بودش که از طریق این آهنگ ها بتونه مجوز فعالیت قانونی توی ایران رو به دست بیاره که هیچ این اتفاق نیفتاد و تتلو هم مثل بقیه همکاراش مثل آرمی توی ایف صبر زیادی نداشت و خودش تصمیم گرفت که به خارج از کشور مهاجرت بکنه که در نهایت هم به گرجستان و بعد هم ترکیه رفت و سرنوشتی که میبینید براش رفت تطلو توی پاییز سال گذشته توی یه اقدامی عجیب و قافل کننده به یک بار تصمیم گرفتش که به ایران بیاد و هر چیزی که توی ترکیه داشت رو رها کرد و از سمت مرز زمینی خودش رو وارد ایران کرد توی جلسه دادگاه قبلی تطلو در اسفند ماه و همینطور فروردین ماه به اتهامات تطلو رسیدگی شد که اتهاماتی از جمله ترویج فساد و فحشا و همینطور تبلیغ علیه نظام و همینطور همکاری با گروه های معاند نظام مطرح شده بودش که تطلو دفاع از خودش پرداخت و گفته بودش که هیچ اقدامی علیه امنیت ملی و نظام انجام نداده و حتی آهنگ هایی هم که توی شلوغی های سالی گذشته خونده بود به تشویق چند تا بازیگر ایرانی ساکن ترکیه اجرا کرده بود و اصلا قصد این نهانگ... اجرای این آهنگ رو نداشت و در نهایت هم خیلی سریع این آهنگ رو از پلتفرم پاک کرد خیلی از نزدیکان تطلو مدعی شده بودند که تطلو به واسطه جرایمی که توی ترکیه و همینطور کشورهای اروپایی انجام داده و نقض قوانین و بدهی های سنگینی که به کمپانیا داره یه جورایی از ترکیه فرار کرده بود و تصمیم گرفته بودش که خودش رو به ایران برسونه که با قوانین ایران جرائم سبکتری در انتظارش باشه و احتمال داشته باشه حتی بخشیده بشه حالا باید منتظر باشیم و ببینیم قاضی دادگاه با این سه جلسه دادگاهی که برگزار کرده چه حکمی برای می بره و آیا در نهایت به نفع تطلو میشه یا نه حتما نظراتتون رو بر ما راجع به صحبت های تطلو و این سه جلسه دادگاهش برامون تو بخش کامنت ها بنویسید اگر هم دوست داشتید جلسات قبلی دادگاه تطلو رو ببینید چه اتفاقاتی افتاده ویدیوهای قبلی کانال رو که الان توی قسمت کارت هم قرار داده شده میتونید تماشا بکنید ممنون از همراهیتون با این ویدیو یک دنیا هم سپاس برای لایک و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید